با توماج تاپاز همراه میشیم. جزئیات رو از شما بشنویم. حمله واقعا وحشتناکی بوده و خبر تکان دهنده ایه. دقیقاً و بسیار بسیار نادر. تایلند جایی هست که معمولاً برخی جرایم کوچک مثل دزدی اینجور چیزها معمولاً اتفاق میفته، ولی جرایمی مثل این، یعنی در واقع تبهکاری های مثل این، کشتار ده ها کودک در یک حمله مسلحانه بسیار بسیار اندک هست. جایی که من هستم درست قبل از اینکه ما بس بشیم، یک ساعت پیش اینجا مردم برای روشن کردن عود و شمع اومده بودند. ظاهراً به نظر میشه در حالی که یکی دو ساعت بیشتر هم نمیگذره از خبر این حمله، اما معابدی که این اطراف هستند در منطقه‌ای که من هستم، در منطقه چنگمای، الان مردم دارند عود روشن می‌کنند و در حال سوگواری هستند دست کم در این منطقه. چیزی که می‌دونیم اینه که یک افسر سابق پلیس به این مهد کودک حمله کرده. منطقه‌ای هستش که در نزدیکی مرز، در واقع در نزدیک در جوار لاوس هستش، در منطقه شمال شرق تایلند. دست کم 31 نفر تا حالا کشته شدند که به نظر میرسه اکثر اونها رو کودکان تشکیل میدن. این افسر سابق پلیس به زور وارد محل شده. بنابر گزارش‌های که تا به حال رسیده، دست کم یک سلاح کمری و یک چاقو هم همراه داشته و با استفاده از اونها بوده که کودکان رو کشته. این رو باید اضافه بکنم که بنابر اون چیزی که رسانه‌های تای تا الان گزارش دادن، درست آخرین خبری که من دارم می‌بینم، البته این خبر هنوز به تایید دولت نرسیده یا نیروهای پلیس، این فرد، یعنی فرد مهاجم، بعد از حمله خودکشی کرده. گزارش‌های اولیه گفته شده بود که فرد از محل فرار کرده و در حال دنبال کردن اون هستن، ولی گزارش که الان اومده در رسانه‌های تا، یک بار دیگه بگم، هنوز تایید نشده. گفته میشه که این فرد خودکشی کرده. باید دید دلیل حمله چی بوده، اون هم به یک مهد کودک، اون هم توسط یک افسر سابق پلیس. اما اجازه بدین یک چیز رو بهتون بگم، در طول این هفته‌ها و ماه‌های گذشته به خصوص معترضان و مخالفان دولت در تایلند در مورد نحوه تقریبا دسترسی نسبتاً آسان به سلاح هم بارها انتقاد کرده بودند. هرچند فردی که حمله کرده بنابر گزارش پلیس یک عضو سابق پلیس بوده، در نتیجه احتمالاً شخصاً به سلاح دسترسی داشته. اما جایی که من هستم، چیانگ مای، درست دو روز پیش در یک حمله مسلحانه به یک فرد موتورسوار، یک مهاجر، یک پناهجوی اهل میانمار که اینجا زندگی می‌کرد، خودش و کشته شد و کودکش هم شدیداً زخمی شد که می‌دونیم در کما بود، یک کودک تقریباً 6 7 ساله در بیمارستان، فردی که مشخص نیست اساساً چرا حمله شده بود. اما یک بار دیگه تمام اینها باعث شده که انتقادها در تایلند در مورد دسترسی نسبتاً آسان و ارزان به سلاح صورت بگیره. باید بگم شخصی که حمله کرده یک فرد عضو پلیس بوده. اجازه بدید حتما در طول ساعت‌های پیش رو اطلاعات بیشتری حتما در طول امروز باز با شما خواهیم بود اگر اطلاعات و اخبار جدیدی منتشر شد. سپاسگزارم از